مهمان داریم. چه مهمانی؟ بازیگر خیلی با مزه، شیرین و دیگه قرقرو، همیشه ناراضی، هادی کاظمی. قرقرو بله، همه رو میگم جان من. سلام، اینجا باید بشینی؟ بله متشکرم. من میتونم اون بر بشینم؟ اینجا بشینی؟ بیا چش. نه بشین. خب بیا بشین. این قرم شروع شد همین جوریه، همه از در که میاد قر میزنه، گله داره تا شب که میره. حالا میگم همه رو میگم، پر خیلی همه رو میگم. خیلی خوش آمدی، سلام علیکی اگر داری. چقدر خوبه اینجا. سلام، حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالم اینجام، دوست داشتم اینجا باشم و الان که هستم در خدمتتون خیلی خوشحالم. خیلی خوش آمدی. چرا اینقدر غر میزنی؟ چی گفتم اگه؟ چرا اینجوری میگی تو جمع؟ چرا اینقدر غر میزنی؟ کجاشو؟ در طول این سالهایی که با هم کار کردی چرا اینقدر غر میزنی؟ و اینو فقط من نمیگم، همه کسایی که باهات کار کردن میگن چرا اینقدر غر میزنی؟ راجب آب و هوا، راجب غذا، راجب لباست، راجب بازیت، راجب متن، راجب کوفت، چرا اینقدر غر میزنی؟ میخوای الان اعصابت خورد یه روز دیگه صحبت کنیم؟ نه، منظورم اینه که آدم کمالگرایی هستی، خیلی فلسفیش اینه، همیشه ناراضی، در نتیجه همیشه ناراضی. آره. خب میشه گفت آره دیگه. من اولا که یه بار به خودت قُر زدم در زندگی، خودت هم میدونی، یک بار نگاه کن منو. یه بار فقط یادتونه دیگه، همون یه بار. بعد دیگه کی قُر زدم؟ کی قُر زدم اینو بگیرم؟ تو یه بار قُر زدی به من؟ فقط یه بار داره به زور. خب اما خب آره، واقعیت اینه که یه خورده شاید آره همون حس کمالگرایی هست دیگه، شاید دلم میخواد اون چیزی که یه خورده ایدئالیست گرا، چه میدونم، همون کمالگرایی که شما فرمودید، آره شاید دوست دارم خیلی چیزها باز بهتر از اون این بوده باشه که باشم. چه میدونم الان پشت فرمون داشتم رانندگی میکرد، خب اعصابم خرد شده، بی سر رانندگی رو میدیدم. آره این چیه، خور قُر دارم همیشه. از کودکی اینجوری بودی یا تو این حرفه اینجوری هستی یا تو خونه اینجوری؟ از بچگی نبودم. نه از کلاً بچه که بودم یه چیز ساکتی بودم، یه گوشه همیشه، مثلا یه گوشه همیشه بودم و اینا. بعد از یه جای بعد یه خورده دوزاریم افتاد و یه خورده فهمیدیم داریم بزرگ میشیم. آره یه خورده قُر شدم. اولین کار حرفه‌ای؟ درست نیست به خدا، اینجوری نباید بگید به هم. چیو؟ من قرقرو نیستم، همون کمالگرا قشنگتر. کمالگرایی دستت دارم. از این به بعد میگیم کمالگرا، شما هم بگید کمالگرا. از چه سالی کار حرفه‌ای شروع شد؟ با اجازتون البته، جسارت نبوده باشه. خب من از سال میشه گفت 74 حرفه‌ای تئاتر رو شروع کردم، تئاتر شهر و اینجور چیزا. سال 75 هم اومدم تلویزیون با آقای کاردان، داریوش کاردان کار کردیم که سال فکر کنم 81 بود. پاورچین اومدیم در خدمت شما، اولین کاری که با هم انجام. آره. بعد دانشگاه همین رشته رو خوندی؟ بله سال آره دیگه، همین دانشگاه آزاد بود و بازیگری رو خوندم. البته خب میشه گفت در از توی همون کانون هور بودیم دیگه، میدون راهن یه کانونی بود، کانون هور، و اونجا در از سال 70 بود شروع کردم. گفتی چیز زیادی در دانشگاه یاد نگرفتی؟ بعدشون میاد بگم الان. آقا قرقرو هم دیگه باید بگم. آره واقعیت دیگه. آره خیلی چیزا رو یاد نگرفتن که چیز جدیدی واسه من نداشت. احساس میکردم که
خیلی چیزا رو من بلد بودم و بعد اومدم اینجا و بعد دوباره یک سری چیزا غلط داشت آموزش داده میشد به نظر خود من. خب به هر حال دانشگاه یک منبعه، یک جایی که آدم باید از توش یه چیز خیلی چیزا یاد بگیرن، اما خب اونجا من حتی بازی‌های غلط میدیدم که یاد میدادن. حتی البته خب خیلی اساتید خیلی خوبی داشتیم اونجایی که واقعا من خودم از اونها خیلی خوب یاد گرفتم، حتی اگه تونسته باشم یاد گرفتم. آقای احمد داوود، خدا رحمت کنه، آقای سمندریان، بعد خب و خیلی اساتید دیگه. اینا قور نیستا؟ قور بود؟ داره کمالگرایی میکنه. قور آقا؟ نه آقا، میگم دارم توضیح میدم که اون پاک شه، میگم کمالگرایی. و 1200 تا پیرمرد بازی کردی دیگه، گفتید بازی کردی پیرمردای بالای 100. آره آره. چی شد؟ دیگه چی شد خودتون بگید دیگه. من که میخواستم بازی کنم، از بچگی داشتم پیرمرد بازی میکنم تو همین الان ها. کی بود اولین پیرمردی که بازی کردم؟ چیز بود، توی همین پاورچین بود. پاورچین. اولیش تو پاورچین بود. خب پیرمرد، پیرمردات خوبه، جوونی هم خوب نیمه را. نه خب ببین چه خوبم آقا، من بعدم پیرمردات خوبه، مثل شیرینی فروشی میگن شیرینی هاش خیلی خوبه، پیرمرداش خیلی خوبه. هادی جایی گفته بود که کمدین، خب کمدین، کمدین نیستم. آه. آره خب چرا؟ خب من تعریفم فکر کنم یه خورده فرق میکنه آخه با کمدین. من کمدین فکر کنم هر که تو ایران ما خیلی کم داریم، ما بازیگرهایی داریم به نوعی که کمدی هم بازی میکنن. کمدی هم نظر من، تعریف من، مثل چارلی چاپلینه، مثل باستر کیتونه، همیشه یک تیپ خاص و تو هر وهله، تو هر موقعیت، تو هر داستانی، تو هر فیلمی همونو بازی میکنن و چیزی ولا غیر، فقط همونو بازی میکنه. اما خب ما اینجا بازیگر دادیم که کمدی هم بازی میکنه. مثلا من شما رو به عنوان بازیگر یعنی کمدین نمیدونم، ببخشید اینجوری میگم، یه بازیگر، بازیگری هست که کمدی هم کار میکنه به نحو احسن، چون من جدی هم از شما دیدم. درست. درسته؟ درسته. خب عکاسی هم میکنی؟ علاقه‌مندی و همچنان ادامه داره؟ نه خیلی وقت مهران دیگه عکاسی نمیکنم. الان میشه گفت هلوش 3 سال اصلا دست به دوربینم نزدم، یعنی شاترم نزد. این آبان میرم تو 40 سالگی. تو 40؟ آره. اصلا بهش نمیاد؟ نه اصلا بهش نمیاد. دست شما. خودتون چند سالتونه مهران؟ من 49. چیه؟ راستشو داری میگی دیگه. یعنی زیاد گفتم ولی کم گفتم؟ چی گفتم؟ من فکر کنم بیشتر بودی، کمتر داری میگی. جدت بیشتر بوده. اما هزار ماشاءالله، هزار بار تو برنامه ها گفته آقا من متولد 46م، میشه 49 سال. خب اون دوربینی که، اون دوربین روسیه که خریدی 7000 تومان، هنوز داری؟ زنیتو اسمشو میشه گفت دیگه. آره دیگه دارمش هنوز، اما خب گذاشتمش کنار. آره. کمکاری؟ اصولا یه خورده شاید میشه گفت سخت سلیقه ها، کمالگرا. آره شاید. آره. چون به هر حال گروه خیلی سخت آدم کمالگرا رو قبول میکنه، یعنی با آدم کمالگرا خیلی سخت میشه کار کرد. از صبح که میاد کمال میگرایه تا شب. برای همین سخت. ولی کمکار شدی، یه مدت کمکار شدی. کار سینما هم دوتا کار سینمایی داشتی و جایی گفتی که بابت سینما به خودم بدهکارم. یعنی کارهای بهتری باید میکردم، یا شاید خیلی از این کارها راضی نیستی که انجام دادی از این سینمایی ها؟ ببین رضایت به نظرم چیزه، کلن تو رو
راضیت میکنه تو همون جایی که هستی باشی دیگه، نخوای پیشرفت کنی. خب آره من رضایتم و هنوز اون رضایتی که باید کسب کنم نکردم، هنوز راضی نیستم از اون اتفاقی که واسه هم افتاده. من هنوز فکر کنم که خیلی باز جا داره که کار کنیم تو هر نقش دیگه، چون بازیگر اصلا عشقش همینه. خود شما هم یعنی دوست داریم همه جور نقشی بازی کنیم دیگه، با یه نقش با دو تا نقش نمیتونیم بگیم الان خب خوب شد یا میدونی بد شد. تو سینما میشه گفت هنوز من شروع نکردم، در اصل میشه گفت دیگه آره هنوز نرفتیم توش. صدای خوب داری؟ خوانندگی یه بار من خوندم توی فیلمی هم بود، آره اونجا خوندم. الان بخونم؟ جدی؟ آره. خب این کارو همه میکنن یا الان من باید بخونم؟ مهران همه این کارو کردن؟ خوندن یعنی؟ الکی. خب الکی می. خب من یه چیزی بگم، من اصلا کلا تو هر چی رو داشته باشم تو خوندن رو ندارم. برگرد بخون. ای بابا چی بخونی؟ تمام مشکلات همه رو باید من حل کنم. چه میدونم؟ خب روم نمیشه باور کنید، ایشالی یه روزی میخونم واسهتون. سوال بعدی. ازدواج؟ نه. چرا؟ چون من یه هدفایی دارم تو زندگی. چیه هدفات؟ گفتم که کمالگرایی و اینجور چیزه دیگه. اونو که داری؟ خب به هر حال من یه سری مسئولیت تو خود خانواده‌ام دارم و فکر کنم همه دارن این مسئولیت ها. البته من فکر کنم اول باید یه سری چیزامو توی خانواده خودم حل کنم و به یه درجه برسه و بعد بتونم ازدواج کنم. خب مسلم وقت تو ازدواج دختره، خب حالا به هر حال چرا اونجایی همه چرا با خانواده یه همچی چیزی ممکنه پیش بیاد دیگه. دختره چیه؟ دختره. همسرم. آره حالا همسرم. همسرم خب به هر حال الان من یه سری وظایف مهمتر دارم در زندگی واسه خودم. البته واقعا دوست دارم بچه داشته باشم، یه بچه داشته باشم. خب دیگه از دختره؟ از دختره. آشپزیش خیلی خوبه، خورشت کرفسش و فسنجونش معروفه، سرش دعواست. آره واقعا. و آدم بسیار احساساتیه، به شدت و کمالگرا. قرقرو. آره. سخت‌ترین موضوع زندگی چی بوده؟ سخت‌ترین موضوع زندگی من فکر کنم که اینجوری جواب ندم. من فکر کنم که سخت، خب برای هر چیزی رو به نظرم سخت بگیری همون قدم سخت خواهد شد. یعنی زندگی ما هر چی سخت تر بگیریم خیلی سخت خواهد بوده، خیلی سخت میگذره. من از یه جایی به بعد فکر کنم که این حس رو پیدا کردم یه خود تسلیم بشم تو زندگی، یعنی بپذیرم که آقا موقعیت اینه، زندگی اینه، مشکلات اینه، داستان اینه، و بپذیرم و تسلیم باشم. اما خب سخت‌ترین ها خودت یه خورده شاهد این قضیه بودی. به هر حال رفتن مادر من خیلی تأثیر گذاشت توی خدا رفتگان تو میورد، خدا عزیزتون حفظ کنه. آرون دوران خیلی بد و تلخی. آره دوره اصلا خوبی نبودش اصلا، و فکر میکنم هنوز هم یک وقتایی این ترکش این قضیه وجود داره. یعنی خودم احساس میکنم تو خودم، یا حتی میبینم از اون 3 سالی که حالا اون 4 سالی که گذشته عوض شدن خودم احساس کردم. یک چیزایی که برام خیلی مهم بود الان دیگه اون اهمیت رو شاید دیگه نداشته باشه، و بالعکس یه چیزی که شاید اهمیت خاصی نداشت الان واسه یه جور دیگه است، اصلا یه شکل دیگه داره، معنای دیگه داره. نقشی بوده که حسرتش رو خورده باشی تو بازی کنی؟ هر چی نقش خوب تو دنیا باشه. آره.
و بهترین سکانسی که تو زندگیت بازی کردی خیلی دوستش داری؟ یه سکانس بود که توی تراس بودیم، من و سیامک بودیم و عارف، بعد شما هم نشسته بودی، کلی هم مهمون بود، یادتونه؟ آره نصیحت میکردم به سیامک. 40 بار تکرار شد. آره خیلی کار سختی شد اصلا. روز قشنگ نور اول سکانس با نور آخر سکانس کلا زمین تو اصلا کلا آره فرق می‌کرد. اون سکانس دوست داشتنی بود و اون سکانسی که با خود شما بازی کردم داشتم توضیح میدادم در مورد اون روزنامه و اون آره. بهترین هم بازیت کی بوده تو این سالها؟ به عنوان پارتنر قوی خدا رو شکر همه خوب بودن. یعنی از خود شما، جایی که با خود شما بازی کردم اینقدر حس خوبی داشتم تو موقعی بازی با شما، تا محمدرضا هدایتی، جواد عزتی، سیامک، بعد احمد مهرانفر و کلن همه خوب بودن، پارتنرهای خوب بودن، خیلی خوب بود. اما واقعا جذابترینش همونهایی بود که ما تو کاری که با شما بودن، خیلی جذاب بود. متشکرم. فدیش. خسارت نمی کنم. هی داری کمالگراتر میشی. سوالی که از همه پرسم، احساس خوشبختی داری؟ خدا رو شکر. آره. خب. آره حالم خوبه الان. خدا رو شکر. آره. به موزه دور همی چی میدی؟ ها؟ موزه چیه؟ موزه چیه اون وقت؟ یعنی تو میخوای بگی ندیدی مثلا برنامه ما رو، خیلی مثلا کلاس داری مثلا، برنامه ما رو ندیدی؟ نه واقعا این قسمت تهش رو ندیدم. کلاس دارن میگم، ما اصلا تلویزیون نگاه نمی کنیم، ببخشید. نه فقط اینو که شبانه روز پای تلویزیون نذار بگم. تو قرار بود تو دوره همین بازی کنی، قرار دادم بستی. خب این تهش رو نمیدونستم اینجوری بشه. همین این انقدر رو نمیدونی؟ به خدا نمیدونستم. همه رو میدونی اینو تهش موزه رو آقا بز بگم. خب چی باید بدیم به موزه؟ بله. میخواید این برنامه کلا از اول حذف کنید دوباره یه روز دیگه بیاد؟ من یه نمایشگاه عکسی گذاشتم. پس میدونی موزه دوره همین چیه؟ الان متوجه شدم. کمالگرا خوشه، برو کمالگرا. خب و تو اون نمایشگاه عکس هیچ کدومو نفروختن. به خدا عکسام خوبه ها. بده موزه دیگه. آره بعد هرچی باد کرده بده موزه دارم. نه به جان خودم، منم یه شلوار دارم بهم کوچیکه. خدایی نفروختم، قیمت میکردن نمیفروختم، گفتم حال کن فقط همینجور نگاه کنید. خیلی. اما اگه اجازه بدید میتونم از اون تابلوها چند تا باید بدیم؟ یه دونه. واقعا؟ با خودم انتخاب کنید، شما انتخاب کنید. خودت انتخاب. جدی چشم. اونی که با مونده دیگه هیچ کس نمیاد. خیلی با ارزشه. بله خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. آقا خیلی ممنونم که آمدی، آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که بدرخشی همیشه و آرزوهای خیلی خوب دارم برات. قربونتون برم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردید و البته دعوت هم یه بار گفته بودید، ما هم دیگه با کله اومدیم. متاسفانه اون موقع خب سر سریاله بودم. بله نشد. نشد. الان یه 20 روز 15 روزی آزاد شدم. با افتخار. خیلی ممنون. خیلی ممنون. فدایت. خیلی. یه ماچه کنم. اونجا دارم. باشه. اون راحت تره. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.